بنام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومند تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. دوستان عزیز، قابل ذکر است خبری که خدمت شما تقدیم می شود نقل شده از فیسبوک رسمی بشیر احمد قاسانی می باشد و تیم کاری کانال جنرال انفو در این مورد کدام نظری ندارد. قاسانی: عطا محمد نور شام امروز در ارگ دیده شده است. همچنان در یک پست دیگر قاسانی در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نوشته است: حامیان تیم ثبات و همگرایی امروز در پایگاه عطا محمد نور در بلخ با راه اندازی تظاهرات نمایش قدرت دارند. این در حالی است که عطا محمد نور یک هفته می شود در کابل به سر می برد و در تلاش جذب حامیان ثبات و همگرایی به دولت ساز است، اما ظاهراً تلاش هایش بی نتیجه بوده است. هشدار تازه دکتر عبدالله: نتیجه برآمده از تقلب را نخواهیم پذیرفت. با نقل از تلو نیوز، هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات را در ولایت های فاریاب، سرپل، جوزجان، بدخشان، پنجشیر، بغلان و تخار پس از آن بستند که در حدود یک ماه پیش روند بازشماری آرای ریاست جمهوری از سر گرفته شد. دکتر عبدالله در دیدار امروز با هواداران دسته ثبات و همگرایی در بغلان گفت که تصمیم او برای اجازه دادن و بازشماری آرا در این هفت ولایت به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم نیست. وای گفت: این اطمینان را برایتان می دهم که هیچ چیزی دیگر اگر یک حرکتی را ما کرده ایم که زمینه را باز بسازیم تا کمیسیون ها اقدام قانونی خودشان را بکنند. این را به معنای صرف نظر کردن از حق شما و حق مردم هیچ کس تلقی نکند. دکتر عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که نتیجه برآمده از تقلب را نخواهد پذیرفت در هیچ شرایط. این اجازه را نمی دهیم که یک کاری صورت بگیرد که خدای ناخواسته پایان آرزوی مردم برای تحقق مردم سالاری بوده باشد. دسته ثبات و همگرایی معترض است که کمیسیون مستقل انتخابات 300 هزار رایی که به گفته او تقلبی هستند، شامل باز شماری آرای ریخته شده در انتخابات ریاست جمهوری کرده است. در پی جنجال بر سر این آرا، دسته انتخاباتی دکتر عبدالله در کابل و شمار دیگر از ولایت ها اعتراض های را برا انداخت. امروز نیز هواداران این دسته در ولایت بلخ تظاهرات داشتند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نزدیک به 3 ماه پیش برگزار شد و تا کنون حتی نتیجه نخستین آن اعلام نشده است و معلوم هم نیست که چه زمانی اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات: بازشماری آرا تا 3 روز تمام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که فردا یکشنبه روند بازشماری آرای 7 ولایت باقی مانده آغاز می شود و 3 روز را در بر خواهد گرفت. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تلویزیون 1، پس از موافقت دکتر عبدالله رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به بازشماری آرای 7 ولایت، کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز روند بازشماری آرا در این ولایت ها خبر می دهد. اورنگزیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید که امروز هیئت هایش را به ولایت های پنجشیر، جوزجان، بغلان، سرپل، فاریاب، تخار و بدخشان فرستاده و قرار است فردا روند بازشماری حدود 1400 محل آغاز شود. این مقام کمیسیون مستقل انتخابات افزود که تیم های فنیشان به این ولایت ها فرستاده و روند بازشماری 3 روز را در بر خواهد گرفت. اورنگزیب همچنان گفت که پس از پایان بازشماری نتیجه ابتدایی را اعلام خواهد کرد. اما فریدون خوزون، سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، می گوید که کمیسیون شکایت و انتخاباتی در مورد 300 هزار رای اعتراضی تصمیم خواهد گرفت. در همین حال محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات های انتخاباتی، از آمادگی ها برای بررسی شکایات ها پس از اعلام نتیجه ابتدایی به شمول رسیدگی به 300 هزار رای جنجالی خبر می دهد.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که اعلام نتیجه ابتدایی فرصت میدهد تا دسته های انتخاباتی شکایت هایشان را از راه های قانونی دنبال کنند. همچنان در یک خبر دیگر، دیدار دکتر عبدالله عبدالله با هوادارانش در بغلان. رئیس اجرایی دولت افغانستان امروز صبح به ولایت بغلان سفر کرد. بر نقل از طلونیوز، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان و رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی امروز شنبه 23 قوس وارد بغلان شد و با حامیان خود در ولسوالی خنجان ولایت بغلان دیدار کرد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میان شماری از هوادارانش در ولایت بغلان گفت که تیمش هیچ نتیجه قسمی و ابتدایی پرتقلب را نخواهد پذیرفت. قابل یادآوری است که شب گذشته دکتر عبدالله عبدالله از هوادارانش در 7 ولایت خواست تا بگذارند که کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری آرا را آغاز کنند. آرای 7 ولایت با خواست دکتر عبدالله عبدالله بازشماری می شود. رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی آغاز نشدن بازشماری آرای 7 ولایت را بهانه کمیسیون مستقل انتخابات می داند. دکتر عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در یک نشست خبری از عامیانش خواست که به بازشماری آرای 7 ولایت اجازه دهند. آقای عبدالله بازشماری نشدن آرای 7 ولایت را بهانه کمیسیون مستقل انتخابات می‌داند و تأکید دارد که خواست ثبات و همگرایی رساندن صدای قانونی این دسته انتخاباتی به گوش کمیسیون مستقل انتخابات بوده است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از تمام حامیانش سپاسگزاری میکند و میگوید که هیچ نتیجه قسمی ابتدایی و یا نهایی که از تقلب باشد قابل پذیرش نیست و کسی نمیتواند با آرای تقلب مانند سال 2014 حکومت کند. این در حالی است که دیروز حوالم نورستانی در نشست خبری تاکید کرد که دسته انتخاباتی نمیگذارند آرای 7 ولایت بازشماری شوند. همچنان دکتر عبدالله عبدالله گفت نتایج انتخابات اگر بر اساس آرا نباشد پذیرفتنی نیست. رئیس اجرایی افغانستان گفت که در این دور از انتخابات سازش و مصلحت در کار نیست. رئیس اجرایی افغانستان میگوید در این دور از انتخابات سازش نمی کند و به مبارزه برای پیروزی ادامه خواهد داد. وی که با روزنامه نیویورک تایمز مصاحبه میکرد افزود غنی برای کشور یک چالش بوده و موضوع این است که چگونگی وی را بدون این که به کشور لطمه بزند از قدرت کنار گذاشته شود. 3 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، فرایند انتخابات به بن‌بست رسیده و مقامات افغانستان و غرب هشدار می‌دهند که این موضوع می‌تواند خطر بسیار بزرگی برای ثبات در این کشور نسبت به انتخابات گذشته به وجود آورد. با نوشته نیویورک تایمز، دکتر عبدالله عبدالله که برای کسب کرسی ریاست جمهوری نامزد شده، برای 3 بار با مقامات کمیسیون مستقل انتخابات به بن‌بست خورده است. اما تفاوت در این دور با دفعات گذشته این است که دیپلمات‌های آمریکایی تمرکز خود را بر روی مذاکره با طالبان گذاشته و اعلام کردند که قصد برای مداخله در این دور از انتخابات را ندارند. دکتر عبدالله عبدالله در بخش دیگر از گفتگوی خود با بیان این که مصمم به ادامه مبارزه است گفت اگر هدف یک فرد صرفاً باقی ماندن در سیاست است، وای دیگران را گمراه کرده و خود نیز را گم می کند. با نوشته این روزنامه امریکایی، بسیاری از متحدین دکتر عبدالله جنگ سالاران و فرماندهان هستند که توسط اشرف غنی تحقیر شده و در آخرین لحظه و از روی اجبار به وای گرایش پیدا کردند و در حال حاضر نگران آینده سیاسی رئیس اجرایی افغانستان هستند. یکی از این افراد جنرال دوستم است که در دور گذشته انتخابات غنی وی را به عنوان معاون نخست انتخابات و سپس بسیاری از اختیارات را از وی گرفت. نیویورک تایمز می افزاید این فرماندهان با توجه به اختلافاتی که بر سر انتخابات پیش آمده با دکتر عبدالله عبدالله پیشنهاد دادند که برخی از ولایت‌های افغانستان را تصرف و از این طریق پیام محکمی به مخالفان ارسال کنند. از سوی دیگر دکتر عبدالله عبدالله بارها با سفرا و جنرال‌های غربی برای جلب حمایت آنها برای راهپیمایی‌های
خیابانی گفتگو کرده است. همچنین دیدار غنی بادشم در سفر غیر منتظره وی به افغانستان باعث عصبانیت مشاوران عبدالله از نادیده گرفته شدن وی در بهبوب انتخابات شده است. عصبانیت با تلفن پامپیو برای دلجویی از دکتر عبدالله تا حدود تسکین یافت. سپاس از اینکه با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.